دیوانه کننده دیوونه کننده ترین قسمت های پیکسل اسکای بلاک توی این قسمته. پس سابسکرایب کن. توی این اپیزود قراره که یه کارای عجیب و غریبی کنم. قراره که فارمو میبینید اینقدر مونده، قراره همش رو یه دفعه برم. حالا چجوریشو نمیدونم ولی قراره برم. و مهمتر از اون یک سری چیزها رو بگیریم. همون جوری که میدونید دو سه اپیزود من دارم کلنجار میرم با خودم که چکمه حالا اون پامکینی رو بگیرم، و زمانی که بگیرمش به جرئت میگم تا جایی که راه داره شوافش میکنم براتون که ببینید و لذت ببرید. و نکته مهمتر این که رنچرز بوت تا جایی که من میدونم یکی از بهترین و پرسرعت ترین بوتسای های پیکسله، تا جایی که من میدونم. حالا شاید یه جایی باشه که من ندونم ولی من تا اینجا میدونم. و زمانی که این رو من بگیرم دیگه همتون رو آن سابسکرایب شما برنه آن سابسکرایب اوکی هیچی کنسله. پس توی این اپیزود پلنی که دارم اینه که فارممو تکمیل کنم و جدا از اون شگفتانه‌های ویژه‌ای دارم. قراره که فارم‌های جدید بزنیم، قراره که مینیون هامونو، حالا دیگه اسپویل نمی‌کنم. پس سابسکرایب، من فقط می‌خوام سابسکرایب کنیم. آقا سابسکرایب کن بریم تو ویدیو. خب من یه دو روزی نبودم اینجا و کلاً اینترنت‌ها اصلاً فضاشون خیلی زیباست و اینا رو همه رو لوت می‌کنیم، خیلی چیز میذاره. یعنی واقعاً این دو روزی که من نبودم خدای سنگ تموم گذاشتن این گلوستون. حالا اینا یکم کمکاری کردن ولی گلوستون ها واقعا سنگ تموم گذاشتن، سنگ تموم آره. بریم اینا رو بذاریم اینجا همشون و گلوستون ها رو تا بهتون بگم برنامه چی چیدم براتون. شوف فعلا شوف کن. آره بچه های ویدیو نشون بده قشنگ چند تا گلوستون داست. و یه نکته ای رو که توی این اپیزود بعد برخوردم و واقعا سرش فشار خوردم این بود که اومدم بعد دو روز که چک کنم دیدم اینجا همش پامکینه و یه دونه کامپکتور نذاشته بودم که اینا انچنتد بشه و پر شده بود از پامکین. هیچی دیگه رفت تو پاچمون، هیچ بدبخت شدیم رفت. میتونستیم قشنگ سه برابر تولید کنیم ولی به خاطر اینکه کامپکتور روش نبود نشد. اما یه اتفاق خوبی که افتاد الان از اینا، از کدوما بود خدایا، از این گلوستون داستا خیلی گلوستون معمولی گیرم اومد و الان میتونم فارممو راحت تکمیل کنم. پس یه دونه تایم لپس میریم تا میریم سراغ بقیه داستان و یک سری توضیحات مهمی رو درباره یک سری چیزایی بهتون میدم و اصلا میریم انجامشون میدیم آقا. و حالا وقت شروع کردنه، از اینجا شروع میکنیم. میخوام کامل برم تا جایی که میتونم، اصلا نمیدونم، خیلی انرژیم زیاده ولی امیدوارم که کم نیارم تو مسیر رو کامل برمش که میدونم نمیرمش. در ضمن رو بهتون بگم بیشتر دیگه سری اسکای بلاک میذارم چون استقبالتون نسبت به سری های دیگه خیلی بیشتر و خودم یکم فکر کردم دیدم واقعا سری های دیگه سری هایی هن که خیلی توی یوتیوب هست، سری سوروایول اینجور داستان میذارم بچه ها ولی بستگی به استقبال خودتون داره و کمتر میذارم نسبت به اسکای بلاک. بریم راستی برای 500 تام. دمتون گرم 500 تا شدیم. کامیونیتی که باز شد Q&A و استارتش میزنم و تمام سوالاتون رو میپرسم، کلا میخونمشون رو جواب میدم. خیلی وراجی کردیم، یه تایم لپس بریم همه اینجا رو جر بدیم. گرفتن تصمیم دکتر رفا نمیشه تسلیم، درس خوندم همه روزا تقویم و ولی الان جلوم لم میده بدبین. خب من با آهنگای تراپی و دریل خودم داشتم میساختم ولی یه استرسی گرفتم. الان گلوستون رو کامل رفتم اینجا رو و تکمیل شد، اما چیزی که باقی میمونه اینه که یه موقع کوارتز یه زمانی کم نیاریم. البته بعید میدونم چون که باید دوباره اون موقع مینیونامونو را بندازیم، مینیونای کوارتز رو، و یه کمی بد میشه این داستان برای من حداقل چون که تمرکز گذاشتم رو گلوستون و نمیتونم دیگه اسلات ببرم بالا. حالا من این همه اینایی که دستمه رو کامل میرم و در حد 10 ثانیه شما یه تایم لپسی رو میبینید و بعدش دیگه میریم سراغ یه کاری که شگفتانه این پارت من بود. شیده رو بذار اول نشون بدم، نگاه شیده رو گنگو قشمین دز قلب. بریم به الله خدا ادامه. تموم شد؟ خیلی تأثیر بذار. خدا بسته دیگه.
خب، من تا یه جایی اینو رفتم و دیگه تکمیل شد. الان باید بریم سراغ کار اصلیمون. همه چیزم داریم، همه فقط این اضافه هایی که دستم رو باید بذاریم سر جاش. بعدش میخوایم بریم سراغ آماده شدن برای بزرگترین مسابقه های پیکسل و نفر اول بشیم. حالا بهتون میگم چه جوری، حالا خیلی هم مونده، یه دفعه فکر نکنید الان اول شدم رفت و خیلی کار داره. حالا اون کار انجام بدیم دیگه مطمئنا میشیم یک های پیکسل مسابقهش. این نورایی که گذاشتم باعث شد اینا رو رشد کنه و خیلی خوبه این اتفاق. الان اینجا مثلا نگاه کنید انگار کچل رشد نمیکنه به خاطر اینکه این نورا نیست که لوستونا. اینا رو بعد اپیزودهای بعدی همین جوری هی بزرگتر میکنیم ببینیم چی میشه. خب دوستان بریم حالا دیگه سراغ لابی، بریم لابی ببینیم چه خبره و بعد با جیکوب یه صحبتی کنم ببینم چی میخواد برای مسابقاتش که بتونم شرکت کنم، چون که مثلا فارم پامکین اکثر مواقع نمیاد اصلا و کلا نمیخوادش. حالا نمیدونم چرا. سلام جیکوب چطوری؟ ببینم اپکامینگ رو نمیدونم، لیت اسپرینگ. خب ایونت بعدیش مثلا کروت بود یا همون هویج، پوتیتو، سیب، ویت و خوبه. اوه این بعده ایونت بعدیش فکر کنم که نوشته ارلی سامر، حالا نمیدونم زیاد. کاکتوس، ملون، ندروارت. ندروارت رو دیدم بین همه فارماش هستش بچه ها و احتمالا این پارت رو بریم سراغ ندروارت ببینیم داستانش چطوری است، چون باید یه چیزی باشه که توی اکثر ایونت ها باشه و من بتونم شرکت کنم. و حالا ندروارت رو نمیدونم که داستانش چجوری، یعنی ندروارت دیدم همه جا که مثلا برای همه مسابقاتش باشه، پس بریم سراغش. اول از همه سولسند میخوایم و الان سولسند رو باید پیدا کنم. ببینم توی بازار هیچ سولسندی نیست، شاید هم توی ندر باشه، در جریانش اصلا نیستم. خب دوستان یه سرچ ریزی کردم فهمیدم کجا سولسند میفروشه و انگاری که بیلدر گفته بود. حالا جایی که من یکم تحقیقات سیکیوریتی و اینجور داستان رو انجام دادم انگاری پیش بیلدر بود که سولسند میداد، ولی پیداش نمی کنم این سولسندو. پیداش کردم، سولسندو پیدا کردم. الان همه اینا رو میخریم، خیلی باید بخرم، یعنی میخوام تا جایی که جا داره فقط بخرم و البته بازم نیاز دارم بزنم یکم پول بیارم. نمیدونم دیگه فارمز ندروارت دیگه چیه که بخواد تو ایونت برنده بشه واقعا. البته خودم میخوام شرکت کنم ولی خب مانی من هزینه کردم برای این پارت بچه‌ها، همین الان سابسکرایب کنید. 481 هزینه کردم. خب دوباره بخریم. خیلی اینونتوریمو کامل فول کردم از سولسند و الان فقط باید بریم بذاریمشون. البته یکم فارم نچسبیه چون که بچه سولسند خودش یکم شله، مثلا یه دونه شوبل بزنی بهش تموم شده، ولی حالا اگه ببینیم با هو اینا اوکی بشه خیلی خوب میشه. جاشم باید در نظر بگیرم. الان اینجا میشه فارم خودم، فارم پامکین که رو کلن زیرش و بالاش هیچ فارمی نمیسازم. میمونه این ورا دیگه میتونم شروع کنم و یه دونه بسازم. فقط با فاصله بد باشه، یکم فاصله مشخص کنم. اوه مای گاد، یو کانت بیلد انی فردر این دیس دایرکشن، میگه اینجا نمیتونی خلاصش. و منم میگم اینجا نمیتونم، ولی اینجا همینه دروارد. آره دیگه خودت فهمیدی تا آخرشو. خب یه فاصله ای بذارم اینجا. شوول دارم، آره شوولم آوردم دیگه. بالاخره شواف شوول نکنیم، شواف چیو کنیم. خب فاصله شون به اندازه کافی هست، الان فقط همین مسیر رو باید مستقیم برم و بعدش دیگه میام با بیلدر وندی که دارم و قیمتش خیلی زیاده و فردی به نام مصطفی حیدری بهم داد برم. حالا من قشنگ دارم تا مشخصات کاملشو من شواف میکنم بچه ها، فکر نکنید فقط همون درجه اوله، احساساتی میشم دیگه شواف میکنم. خیلی فارم بزرگیه، فقط من فارمشو موندم که بعد چه جوری برم، که حالا میریم ببینیم چی میشه دیگه. خب این ردیفو کامل اومدم، فقط جایی که کم و کسری داره که هیچ جا نیست، هیچی دیگه تکمیلش میکنیم میریم. بیام این همه سولسندا رو بذارم توی بیلدر وند و یه دفعه شروع کنم همشو گذاشتن. یک دو، آها خوبیش اینه هیچی هم نمیخواد لامصب، نه آب میخواد نه چه میدونم نور میخواد، هیچی نمیخواد، فقط منو میخواد سوسماس. اوه مای گاد، اینجا که دوباره لیمیت شد، پس اینجا رو روش بالایی میرم، سقفی میرم بالا و زیری میرم کنند بالا و پایین، چون این ور انگار گرفته است و کل مپمون رو استفاده کردیم ازش. بریم اوکی. واقعا حالا که فکر میکنم کدوم دیوونه ای میاد کل مپش رو دو ردیف پامکین کنه، الان از این ور و این ور و همه جا کلن مپم گرفته است از پامکین، خیلی دمم کرد. فعلا فقط برای تست همین جوری میام چند ردیف میسازم ببینم چجوریه.
البته نکته ای که هست اینه که اینجاهای کلن زمینه ما همش خالیه و ویده، میتونیم ازش استفاده کنیم اگه کم وردیم. الان باید بیام همه اینو خراب کنم اگه اینجور باشه، یکم کمه، و برم پایین بسازمش. حالا که فکر کردم آره گزینه بهتریه. خب بالاخره اینجا تموم شد، حالا باید یه ردیف بیام بذارم زیر این که قشنگ یه فارم بزرگی هم بتونم بسازم. ولی واقعا بزرگه، حالا که دارم نگاه میکنم با دید عارفانه بهش نگاه میکنم خیلی بزرگه خدایی. حالا همینو همینجوری میرم تا ببینیم کجا میتونیم برسیم بهش. کاش یه سر به کالکشن ندروارت هم میزدم، بذار همین یه نگاه بندازم ببینم اگه ارزش نداره که ادامهش ندم. ولی فکر کنم پشمام نه خدا وکیلی همش ارزش اینقدر طولانیه. تش 250 کیه، یعنی کپی پامکینه، یکی از بزرگترین کالکشن ها رو داره. احساس میکنم کافیم باشه و دیگه بیشتر این واقعا میشه جریان پامکینا. حالا همینو میایم بزرگترش میکنیم و میریمش مستقیم. به 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 بیلدران شواف بیلدران هم دارم میرم. خب دستم دیگه خالی شد، شوافی ندارم. حالا بعد بریم سراغ چی؟ از این بسکت آفت سیدایی که من دارم باهاش میتونم یه حرکتای خیلی شوافی بزنم. اونم اینه که میزنم و کل ردیف خودش ندروارت میره. پس باید بریم ندروارت بخریم تا اوکیش کنیم. فقط قبلش باید بیام این پامکین سیدا رو خالی کنم چون خیلی پره و همش هم سید پامکین داخلش، به امید اینکه مثلا یه موقع یه فارم دیگه بزنم گذاشته بودمش. میذاریمشون همینجا همشون. اوه بذار خالیش کنم. چقدر هتلم خوشگل، همه رو نتم قطع شد اومدم دیدمش خدایی دمم گرم. فقط باید بسازیمشون و بعد اپیزود بعدی پیگیرش میشم حتما. و انگار های پیکسل کلا یکم امنیتش رو بالاتر برد. اینا هم چی اومدم ورش دارم، یه دفعه گفت اسپم دادی اینا رو سری برداشتی، بعد کیکم کرد کیکم کرد بعدم کیکم کرد و هیچ دفاعی ندارم از خودم و اینا رو بذار بردارم آروم، های پیکسل گیر نده. خب حالا خالی شده و بعد بریم هم یه چستی برای ندروارت ها بسازیم، هم بریم خود ندروارت رو پیداش کنیم. اصلا میریم توی لابی، من یه جایی دیده بودم ندروارت همینجوری کشکی کشکی میدادن، همونا رو یه پیگیری بکنیم ببینیم چیه. اگه دشمنامو میزنم گریه، حالا میگه تاسلر نداره اشکال. اینا همه رو بگیرم. اوه نه انگار یه مرد حلاجی هست ماشاءالله. ولی یه کاری دوست ندارم انجام بدم که حالا بهتون میگم، بین خودمون بمونه ولی هنوز استریمامو شروع نکردم به خاطر حال مشکلاتی که هست مثل درس و اینترنت و اینجور داستانا، و حقیقتا زیاد پول ندارم برم ندروارد همشو خیلی بخرم. میام اینجا و دیگه اوکیش میکنم یه دقیقه، همینایی که گرفتم و میذارم ردیف ردیف روشت کرد، ردیف های دیگر رو بهش اضافه میکنم به صرفه تره تا بیام ندروارد خیلی بخرم. حقیقتا دلم نمیاد بیش بهتر بگیم. آره خب اینا بذاریم تو بسکت آفت سید ببینیم چجوری کار میکنه. اصلا توی بسکت آفت سید نمیره اینا، اما یه وسیله بود من یادم داشتمش که این کار رو انجام میداد برای من. یه وسیله بهم داده بودن که میزدیش در جا دور و بر و فارم میذاش، یادم نیست دقیقا. سوپم داره تموم میشه. نه آخ بدبخت شدم رفت. حالا چجوری باید برم بالا؟ نه الان سری میرم سوپ میخرم یه جوری میام. هیچ پله‌ای هم نداری من برم بالا، مگه اینکه خودم بکشم. بذار خودم بندازم تو وید که برم تو هتل قشنگ میتونم کارا رو انجام بدم. به 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 بریم 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 سری چند تا سوپ بسازیم و اوکیش کنیم. اما هنوز مطمئنم یه وسیله بهم داده بودن که باعث میشد همه جا رو مثلا فارم کنه و اینجور داستانا بود. من تو رو پیدات میکنم آقای وسیله، همین الان دارم جلوی بچه ها بهت میگم پیدات میکنم. خب سه تا سوپ ساختم، سه تاشو میخورم که دیگه حداقل تا 9 ساعت دیگه سوپ داشته باشم. باقی مونده های وسایل رو بذاریم همینجا، دیگه چیزی نمونده البته فقط ندروارت. فعلا پس ندروارت باید عادی بکارم، ولی بازم مطمئنم داشتم. دشواری نداریم، میریم با دست اینا رو همه رو اوکی میکنیم و گذشت از بزرگان است. چیش میگن؟ آره دیگه همه اینا رو من میکارم. زمان برداشتشون ولی چجوری میتونم زودتر ورشون دارم؟ فکر کنم کلن باید در هر صورت ماین کنیم، همون به طور سنتی مثلا ادامه بدیم اینو، جوری که من میبینم انگاری باید سنتی اینا رو ورداریم. ولی شوگرکین اینا رو میشه یه کاری کرد فکر کنم، ولی اینا یکم درد سره. این دو استک هم کامل بذاریم. بیا اینجا وربردش آقا، حق منه. فعلا برای شروع فقط همین جوری حالا میسازیم ببینیم چی میشه. و البته اینترنت هم تغییر دادم ولی بازم انگار یه کمی نه همه چیز اوکی عالیه. من میرم همه اینا رو بذارم و بعدش میام بریم سراغ مینیون ها و افزایش اسلات مینیون و اینجور داستاناش. سرعت رشدشون هم انگار خیلی بالاست، یعنی الان همینجا من یه دقیقه دارم اینا رو میذارم کیلومتری دارن رشد میکنن. عجیبه واقعا عجیبه.
همین سردی فتونستم با داراییام برم، اینا که روش کردن با سودش میام اون برو میرم، مشکل نیست. پس این فارم اوکی کردیم برای جیکوب فارمینگمون. البته یه فارمای دیگه هم باید بسازیم، چون که این شاید کفاف نده برای مسابقه و اول شدن. و همین دیگه، بریم ببینیم چه میکنیم. یه سر به هویجمون بزنیم. 3 استک جمع کرده این پسر، حالا لول اپش کنم. 5 تا دیگه میتونم 12 تا مینیون داشته باشم. 4 تا دیگه، 3 تا ندارم دیگه. دیگه بیا پایین. یه اشتباهی هم که کردم، حالا که فکر میکنم، میتونستم فارم هویج بسازم اصلا. اما خب اشکال نداره، اینو تا یه جایی میبرم، فارم هویجم هم میسازم، مشکلی از این بابت نیست. و تازه هم راحت تره، یعنی اوتوماتیک قشنگ میسازه، خیلی بهتره. حالا اینو فعلا به این اپیزود میریم، تا اپیزودهای بعدی ببینیم، یه کلا یه بار شرکت هم کنیم، ببینیم چه جوریه مسابقهش. اگه دیدیم خیلی ترای هاردن، ما هم حرکتای ترای هاردی میزنیم. هرست در اومد، دوکی خودیه بودی، حالا بخیه نمیدونم. او بی بالا ببینم پامکینم میتونم یکم لول اپش کنم. 3 تا دیگه میخواد تا یه سود خوبی بهم بده. بله، چند تا میخواست؟ 4 تا دیگه کرفت میخواد تا مینیون 12 تا برام باز بشه. خب مثل این که نمیتونم فعلا، بعد یه کمی برم پامکین فارم و همین دیگه. تا زمانی که اینا رشد کنه ما بیایم فارممون رو یه تایم لپس برداشتش کنیم کلا تا جایی که میتونیم، و بعدش میریم سراغ ببینیم ندر وارتا وضعیتشون چطوره، پامکینمون چقدر میتونیم ارتقا بدیم و اینجور داستاناش. یا پلو خورش من ردیفی با آهنگ دریل رفتم، چقدر رفتم، یه 7 ردیف رفتم، هنوز روش نکرده اینجا. البته من زیاد درباره ندروارت اصلا نمیدونم چقدر مثلا رشد کنه کافیه، فکر کنم این نهایتش. الان یه چک کنیم ورش داریم، مثلا اینو چند تا داد؟ 6 تا. آره این حالت نهایتشه دیگه، که دیگه خیلی رشد کرده و همین درسته. باید همشون به لایه آخر برسن، بعدش دیگه میتونیم کارو انجام بدیم. البته 32 تا هم پامکین انچنتد گرفتم، اصلا یه وضع عجیبی شد، ولی خیلی این میخواد، یعنی الان که میبینم واقعا بعد کل فارممو برم تا بتونم اینو یه لول ببرم بالاتر، و 233 تای دیگه میخواد. شاید اپیزود بعدی این تکمیل بشه، احتمال میتونم بدم ولی مطمئن نیستم. پس میریم تا اپیزود بعدی من برم این ندروارتا کروش کرد. از اپیزود بعدی شروع میکنیم ندروارتا، اینجور داستان رو میریم جلو و همین، کلامو در بیارم و با قیافه و فیس خودم یه خداحافظی کنیم. ممنونم که تا اینجای ویدیو رو دیدید، مرسی که از سری اسکایبلاک حمایت میکنید و منو نگاه میکنید و اینجور داستانا. قطعا سری اسکایبلاک رو بیشتر براتون ویدیو میذارم، و اتفاقا ممکنه که یک سری چیزای جدید و کلن کتگوری جدیدی توی چنل اضافه بشه، پس از دستشون ندید. دمتون گرم، تا ویدیوی بعد میبینمتون. اون پیکیمم و اینجا اسکایبلاک های پیکسل و اینجور داستانا، خودت میدونی. خداحافظ. پس سابسکرایب کن فعلا، خداحافظ.